امروز روز شنبه 18 مهر ماه 1383 هستیم. در حضور دو اسطوره فرهنگ و هنر ایران هستیم. در حضور دو ستاره درخشان در آسمان هنر و ادب ایران هستیم. از دوران مشروطیت تا به امروز که در حضور این دو بزرگوار هستیم، دو شخص در رأس هرم بودن در رشته آهنگسازی و آثارشون یکی پس از دیگری که می آمد به بازار و مهر جاودانگی برش می خورد، در طول 5 دهه هنوز بر سر زبان هاست و هنوز خاطر ساز برای میلیون ها ایرانی هست. جناب استاد علی تجویدی، جناب استاد همایون خرم که به تحقیق وجودشون موجب افتخار فرهنگ و هنر ایران و افتخار هر ایرانی هست. استاد علی تجویدی، نازنین بزرگوار، استاد خرم آمدن به دیدار شما. خوش آمد بگید، سخن بگویید، هرچه که دلتون میخواد بگید. چقدر خوشحالم از اینکه دوست گران مایه من هنرمند بی‌بدیل جناب آقای مهندس خرم که همیشه نزد من محبت داشتن، ارادت بود، اینجا تشریف دارن و لطف کردن با من حوال پرس من یادرید. من هر لحظه و هر موقعی که در خدمت استاد علی تجویدی بودم، می شود گفت که اون اتمسفری که پر از مهر و عاطفه و پر از مهربانی و پر از روحیه واقعا عشق موسیقی بوده، از این مرد عزیز و بزرگ در حقیقت دریافت کردم. من اصلا از اینکه ایشون تو بستر بیماری خوابیده یا اینکه سر پا بوده و یا اینکه راه میرفته، باور کنید فرقی بین هیچ کدوم از این حالات نمیذارم. برای اینکه از نظر من آقای علی تجویدی عزیز، اون دوست بسیار عزیز و قدیمی من و هنرمند بزرگ، همیشه در هر حال نشون میده که یک هنرمند عالی قدری است و یک انسان بسیار والا. متشکرم. تشکر میکنم. حساسیت جناب آقای مهندس خرم، خرم دوست عزیزم، بسیار متشکرم، ممنونم. ایشون همیشه نزد من محبت داشتن و دارن. عرض کنم که فکر میکنم که بهترین نعمتی که خداوند به انسان داده همون نعمت امیده و در حقیقت قطع امید می شود گفت، قطع اون فکری که نسبت به لطف خداونده. بنابراین این چیزی که شما فرمودید کاملا درسته و من هم امید این دارم که عرض کنم که این دوست بسیار عزیز من استاد علی تجویدی مجدداً به پا خیزد و ویولون رو به زیر چانه خودش بگذارد و آرچه را به دست بگیرد و مثل زمان گذشته که گاهی دوتایی با هم بودیم میگفتش که خرم عزیز الان از بده یه چیزی برات بزنم و شروع میکرد به زدن و خواندن. بعد به من میگفتش که تو رو خدا این جمله آقای مهندس خرم یه چیزی بزن برامون. گفتم چشم، حتما، بهتر از این که نمیشه. باور کنی اکثر وقت دوتایی با هم بودیم و چنان این زمان برای ما زود میگذشت. یه وقت خودم میادم میگم مثلا 4-5 ساعته در خدمت این دوست عزیز هستم و برای همدیگه ساز زدیم و من ساز زدم و ایشون محبت کرده زده و خوانده و با یک عشق. من وقتی از اینجا بیرون میرفتم سراپا مملو از عشق شدم. در حقیقت این عشقی بوده که در وجود خود آقای تجویدی عزیز ما بوده. قربون شما برم، از حسنیت شما بسیار متشکرم. افسوس که من بیمارم، دارم مقاد راجع به شما خیلی صحبت بکنم، متاسفانه نمیتونم. چه بکنم دیگه، شما همیشه صحبتاتون کردید
و همیشه مرا مورد مهر و محبت خود این واقعیته. چرا آقا من از همون خورم این واقعیت شما. متشکرم که با این حال واقعا که زیاد به نظر مناسب نمیرسه که انشالله مناسب‌تر خواهد شد، باز هم مرا مورد مهرتون قرار میدید و امید این دارم که همون لحظات گذشته مجدداً تجدید بشه در خدمت انشالله و بشینیم و باز با همدیگه صحبت از موسیقی کنیم انشالله اگر خدا بخواهد انشالله انشالله با امید پروردگار. آخی نکن آخی این دوستی و این ارادتی که من به ایشون دارم، محبتی که ایشون من داره، حکایت الان و دو سال پیش و پنج سال پیش و ده سال پیش نیست، حکایت حدود 50 ساله، واقعا حدود 50 ساله. 50 ساله من عشق به ایشون می‌ورزم، به هنرش عشق می‌ورزم، به آهنگ‌های بسیار زیباش عشق می‌ورزم و خوشبختانه احساس می‌کنم این عشق واقعا دو طرفم بوده. 100% من هم عاشق کارهای شما هستم، خدا شاهده. خدا می‌دونه که عاشق کارهای شما هستم. نکنم که مریضم. نه خیر، شما مریض نیستی، شما دلتون به قدری سر حاله، الحمدلله از هزاران آدم جوان دلتون جوانتره. هیچ آدم نمیره یه دفعه اینجا شما برای من جشن تولد گرفتید بدون اینکه من خودم یادم باشه، یعنی که روز تولد من بوده. یه مرتبه وارد باغچه پر از صفای استاد تجویدی شدم، دیدم که با ستار دارد. برای من اولین کاری کردن دیدم که سرکار خانم با مهر فراوان یک کیک آوردن که روش یک شمع بود و آقای تجویدی با ستار شروع کردن به تولد مبارک زدن برای بنده و من خودم واقعا اصلا غافلگیر شدم. بعد کمانچه رو به دست گرفتن و با همون هنرمندی رسوای زمان منم دیوان منم رو زدن و بعد اشک من هویدا شده زدن و خب این نشانه فقط مهر ایشونه و این همدلی ایشون و در حقیقت لطفی که نسبت به واقعیت بوده دارن. واقعیت بوده. چنان با من از خورم واقعیت بوده. بون شما خدا شاهده. تشکر من کارهای شما رو عاشقانه دوست داشتم. آخی و دارم. آخی حالا خواهش میکنم از آقای منظومان خود که با اون ویلو خشنگشو یه چند قطعه مرمت کنن که بیاد کار باقی کنن. چشم شما هم بفرمایید استاد، با کمال میل، با کمال میل خانم. من اقلا میخوام لحظاتی این خانه رو که شما فرمودید سر شما رو درد بیارم.
به. Baba. آفرین. Bah, bah, bah.